سلام، به صفحه دو خوش آمدید. این برنامه قرار بود درباره لبنان باشه که در اون رسما وضعیت اضطراری اعلام شده، اما ساعتی قبل از برنامه خبر مهمی رسید که در نوع خود بی سابق است. امارات متحده عربی و اسرائیل با هم پیمان صلح امضا کردند. آخرین بار که پیمان صلحی بین اسرائیل و کشورهای عربی امضا شد به 26 سال قبل میرسد. از اونجایی که این خبر و جزئیاتش اهمیت منطقه‌ای داره و روی بحث بعدی ما هم تاثیرگذاره، اول از این پیمان صلح شروع می‌کنیم و بعد به بحثمون در مورد لبنان میرسیم. امروز سه میهمان داریم که در دو بحث خدمتشون هستیم. آقای علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با ما هستن که البته ایشون هنوز به برنامه وصل نشدن، در ادامه وصل میشن. یاسمین میزر، سردبیر مجله پژوهشی کریتیک در دانشگاه آکسفورد و تحلیلگر سیاست بین‌الملل از همین شهر با ما هستن. و اینجا در استودیو هم نجاح محمدعلی، تحلیلگر مسائل منطقه و خاورمیانه، همراه ما هستند. آقای محمدعلی از طرفداران عملکرد ایران در منطقه و منتقد عربستان اسرائیل هستند. ضمن یادآوری اینکه فاصله من و آقای محمدعلی به اندازه‌ای هست که ماسک لازم نبوده طبق پروتکل‌های داخل بی بی سی. اما قبل از اینها بریم سراغ کیوان حسینی، گزارشگر ما که جزئیات این پیمان صلح رو دنبال کرده، الان با ماست. کیوان، پیمان تاریخیه، ولی جالب تر از اون این هستش که آمریکا اینو اعلام میکنه. ما قبلش از اسرائیل و امارات چیزی نشنیده بودیم. یکی از نکات مهمی که این خبر داره این هستش که شاید خوشبینانه ترین تحلیلگرها هم پیش بینی نمی‌کردند که در زمینه میانجیگری که ایالات متحده آمریکا در 4 سال گذشته در پروژه معامله قرن داره پیش میره، به اینجا برسه که امارات و اسرائیل اعلام بکنن که روابط خودشون رو عادی خواهند کرد. در پروژه معامله قرن صحبت از این بود که کشورهای عربی با اسرائیل روابطشون رو عادی بکنند، اما اتفاقی که افتاد این بودش که این پروژه در نهایت به نتیجه روشنی نرسید و از یه جایی به بعد دیگه پیش نرفت. حالا ما متوجه شدیم که در تمام این مدت عملاً یک مذاکرات محرمانه‌ای بین ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی و اسرائیل در جریان بوده و همچنان آمریکا و دولت دونالد ترامپ در تلاش بوده که اون بخش از پروژه معامله قرن رو که مربوط به عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی هست تا جایی پیش ببره و در نهایت هم به یک نتیجه بسیار مهم و تاریخی دست پیدا کرده، چرا که امارات متحده عربی در خلیج فارس از جمله کشورهای مهم هست. در جریان ائتلافی که در شبه جزیره عربستان شکل گرفته به عنوان یک ائتلاف عربی بعد از عربستان سعودی، دومین کشور مهمی هستش که به ویژه در مسائلی مثل جنگ یمن هم حضور داره و اولین کشوری هم هست که در خلیج فارس که بخش مهمی از سیاست و استراتژی ژئوپلیتیک جهان عرب رو به خودش اختصاص میده، با اسرائیل داره توافق صلح امضا میکنه. شاید راه رو باز کنه برای دیگرانی که همچنان با اسرائیل هم رابطه دارند، کشورهایی مثل عمان، ولی همونطور که گفتی در این سطح واقعا بی سابقه هست. دفعه پیش که این اتفاق افتاده سال 1994 با اردن بوده و قبل از اون هم مصر در 1979، و این سومین کشور عربی هستش که عملا در نهایت سفارت اسرائیل به شکل رسمی در اونجا باز خواهد شد و سفارتی هم در تل آویو باز خواهد کرد. اما نمیشه از این گذشت که یک مانور تبلیغاتی جدی برای دونالد ترامپ هست. امروز کاملا روشن بود که این رو برای در واقع تبلیغات داره استفاده میکنه. آمریکا چه نفعی میبره از این ماجرا؟ برای شخص دونالد ترامپ و دولتش در آستانه انتخابات چون این توافقی بسیار اهمیت داره. آقای ترامپ از سوی مخالفان دموکراتش و منتقدین جمهوری خواهش متهم هست که سیاستها و استراتژیهاش در خاورمیانه بسیاری شکست خورده. به معامله قرن اشاره کردم که نتیجه نگرفته. یک ایده دیگه وجود داشت به اسم ناتو عربی که البته به ناتو عربی معروف شد، اما نام کاملش اتحاد استراتژیک خاورمیانه بود که دیگه صحبتی ازش نیست. و همچنین مسئله فشار حداکثری با ایران هم حتی از سوی برخی از منتقدین آقای ترامپ این شکل ارائه میشه که شاید به اون نتیجه که ادعا میکرده نرسیده. اما چنین نتیجه گیری از قرن، به ویژه آن هم در جریان یک پروژه‌ای که جرد کوشنر داماد آقای ترامپ رهبری اون مذاکرات دیپلماتیک رو بر عهده داشته، برای او بسیار اهمیت داره. چرا که آقای کوشنر هم کسی هستش که چه بسا اگر دونالد ترامپ به ریاست جمهوری نمی‌رسید، هیچ وقت ما اسمش رو در این سطح در تحولات دیپلماتیک نمی‌شنیدیم. حالا آقای ترامپ ادعا بکنه که موفق شده دو تا از مهمترین متحدین
ایالات متحده آمریکا رو در خاورمیانه که با هم رابطه نداشتند بر سر میز بنشونه و بینشون آشتی ایجاد بکنه، در زمینه اینکه فراموش نکنیم هر دوی اینها در یک مقابله جویی سیاست خارجی با جمهوری اسلامی ایران هم به سر میبرن. جالب این رو اشاره میکنیم به خاطر اینکه این اواخر جمهوری اسلامی بارها از خبر شنیدیم که با امارات یک جلساتی داشتند و در سطح وزارت خارجه. به نظر میاد که تلاش این بوده که تنش‌ها به حداقل برسه دست کم در منطقه. واقعا قضیه ایران و امارات چیه و آیا چون میدونیم که با قطر ایران روابط خوبی به هم زد که حتی صدای عربستان رو در بود، روابط ایران و امارات رو چطور میشه توصیف کرد الان؟ این نکته حاشیه‌ای بسیار جذابی است. اتفاقا فکر کنم همین هفته پیش بود که ما دو نفر داشتیم صحبت می‌کردیم درباره اینکه امارات تا چه اندازه استراتژی و سیاست خارجی خودش رو داره مستقل از ریاض پیش می‌بره و این امکان وجود داره که تا اندازه زیادی حتی با ایران نزدیک‌تر هم بشه، که بخشیش به این دلیل هستش که سیاست خارجی و اداره کشور امارات شبیه به عربستان سعودی نیست. محمد بن زاید که ولیعهد عربستان ببخشید امارات متحده عربی هست و در دوران بیماری عملا هدایت کشور رو بر عهده گرفته، به اندازه محمد بن سلمان در عربستان سعودی اختیار نداره در کشور که برای همه چیز تصمیم بگیره و امارات به یک در واقع همگرایی که بین رهبران تک تک امارات ها درش نقش دارن همیشه نیاز داره برای تعیین استراتژی و سیاست خارجی. اما در حال به تمام اون نشانه هایی که وجود داشت در ارتباط با مسئله نزدیک شدن به ایران، نزدیک شدن و این توافقش با اسرائیل اون استراتژی، البته مسئله محور مقاومت و صعود و ظهورش هم انزایت کمک میکنه پایه این مسئله می امارات میتونه غیر قابل قبول هم از سوی برخی توصیف بشه، این رو مطرح که در مقابل رقیب خیلی مهمی مثل جمهوری ایران، عرب نیاز دارن به متحدین بیشتری تا در یعنی که در واقع تنها قدرت هژمونیک و سلطه جمهوری اسلامی ایران نباشه دیگه بکنن. کیوان نمیدونم مشکل از صدای تو از کجاست، ممکنه خط باشه ممکنه میکروفون تو، ولی حالا یه سوال دیگر هم باز ازت میپرسم. مشکلی که الان ما برنامه‌مون راجع به لبنان بود و راجع به محور مقاومت اشاره گذرایی کردی، اساساً چه تأثیری میتونه این پیمان روی روابط منطقه‌ای سایر کشورهای منطقه داشته باشه؟ حالا امیدوارم برای صدا مشکلی پیش نیاد، اما مسئله محور مقاومت فراموش نکنیم که در 5 سال اخیر در یک رقیب منطقه‌ای خیلی بزرگی جلوش ایجاد شده که ائتلاف ابوظبی ریاض هست و برخی حتی محمد بن زاید رو در امارات متحده عربی معمار اصلی این ائتلاف معرفی میکنند و اینطور به نظر میرسه که ایشون از نظر ایده پردازی برای اینکه عربستان سعودی رهبری این ائتلاف رو بر عهده بگیره و در غیاب کشور عربی دیگری مثلا مثل عراق دوران صدام حسین جلوی جمهوری اسلامی ایران اینها قد علم بکنند، از امارات متحده عربی اومده. در زمینه این داستان که محور مقاومت داره نفوذ خودش رو در کشورهای مختلف افزایش میده و در برخی از این کشورها به طور مستقیم با ائتلاف عربی سنی وارد جنگ شده، نزدیک شدن امارات متحده عربی به اسرائیل برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه خبر خوبی نیست. بسیاری در تهران به این خبر واکنش منفی نشون خواهند داد. متشکرم کیوان حسینی که خبرها رو در این باره دنبال کرده بود و ما جزئیاتی رو گفت. آقای محمد علی، نظر شما راجع به این توافق که گفتن توافقی تاریخی است چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم. من فکر میکنم این نتیجه، اولین نتیجه که میشه گرفت از مهاجمه به بندر بیروت، عملا بندر بیروت یکی از نتایجش همینه، تأسیس یک محور جدید در منطقه برای مواجهه با محور مقاومت. اما امارات، خود کشور امارات، من معتقد هستم یک اشتباه خیلی بزرگ انجام داد الان بالخصوص، یعنی و میشه گفت که امارات خودش الان خودش داره فدا میکنه قربانی حمله تبلیغات آقای ترامپ که هم شما اشاره بهش کردید، ایشون هم اشاره کرد، انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. ولی بعیده که این یکی دو روزه این اتفاق افتاده باشه. به نظر میاد مذاکرات از 2009 مدت هاست. بله، از 2009 این مذاکرات هستش و 2015 نتانیاهو اعلام کرد و صحبت کرد، اگر یادتون هست، درباره ائتلاف بین کشور اسرائیل و کشورهای سنی معتدل، اینجوری ازشون استفاده کرد، یعنی سنی های معتدل.
و علنا گفتن و از بعدن، ولی من میگم درباره قضیه انتخابات چرا، چون آقای ترامپ به نتیجه نرسید برای معامله قرن. 4 سال وعده داد که معامله قرن به تموم برسونه ولی نتونست، و در عراق قرار بود همون تظاهراتی که شروع شد در اول اکتبر تا حالا هدف اصلیشون اینه، همون که یعنی یک بلبوشی ایجاد هیاهوی ایجاد میکنند در عراق، تا بعدن سنی ها میان اعلام میکنن که اقلیم سنی مستقل در انبار، بعدن معامله قرن انجام میشه. معامله قرن انجام شد، فلسطینی هایی که در خارج یعنی پناهندگان میارن قسمتشون، بیشتر قسمتشون میارن تو همون انبار. اما خب نخست وزیر سابق عراق آقای عادل بهدی قبول نکرد و منجر شد به همین چیزهایی که شما ملاحظه میفرمایید. آقای محمد علی، اجازه بدین من اعلام بکنم که علیرضا نوری‌زاده هم به ما پیوستند. امیدوارم که ارتباط برقرار شده باشه. آقای نوری‌زاده خوش اومدید به برنامه. آقای نوری‌زاده از منتقدان جدی عملکرد حزب الله و همینطور ایران در لبنان هستند. اما آقای نوری‌زاده، بحث اول ما الان راجع به این معامله، در واقع معامله قرن و نتیجهش به نظر میرسه که این پیمان صلح بین اسرائیل و امارات هست. اجازه بدین من از خانم میزر این سوال بپرسم تا شما نفسی تازه کنید. خانم میزر، شما نظرتون راجع به این پیمان چیه؟ این پیمان خیلی عجیبه، چون آقای ترامپ در این قرارداد رو و نتانیاهو بعد از اون در مصاحبه‌ای که مطرح کرده میگه که ما در ازای نرفتن پای الحاق ساحل باختری رود اردن به اسرائیل رفتیم پای این کار. عملا عقب نشینی خیلی عجیبیه و یا اصلا نمیشه فهمید که چرا این در ازای اون ربطی به هم شاید برای عقل سالم نداشته باشه. اینها واضح بود که اون طرح ترامپ و نتانیاهو برای منحل کردن سرزمین های فلسطینی که استقلال نسبی دارند و الحاق اونها به اسرائیل به نتیجه نرسید. اول جولای قرار بود بشه و انجام نشد. دلایلش زیاده. من فکر کنم اتحادیه اروپا مخالف، حتی آقای جانسون مخالفت کرد، مخالفان زیاد. در برابر اون عقب نشینی و در شرایط نتانیاهو شدیداً نگران آینده روابط منطقه‌ای اسرائیل، به خاطر اینکه پیشبینی اسرائیل اینه. متوجه خواهم میزر، من میخوام فقط یه چیزی بپرسم. از این قضیه الحاق سرزمین ها شنیدیم ولی در عمل چیز زیادی ندیدیم. از کجا معلوم که این اصلا در واقع این خبرها برای این بود که در نهایت یک همچین توافقی باشه؟ شاید، من نمیگم نبوده، ولی فکر میکنم برای بخشی از ائتلاف دولت آقای نتانیاهو مسئله کنترل در آوردن بقیه سرزمین های اشغالی بسیار مهمه، چون ممکنه برای خود نتانیاهو نبوده، ولی فکر میکنم دولت اسرائیل در کلش نگران نوامبر در ایالات متحده است. شاید این نگرانی بیجاست، ولی ارزیابی اونها اینه که طول ریاست جمهوری آقای ترامپ بیش از نوامبر دوام نخواهد داشت و به همین دلیله که حتما باید یک قرارداد، یک واقعی در این چند ماه پیش بیاره. صحیح. و من فکر کنم باید منتظر وقایع دیگه هم باشیم. آقای نوری‌زاده، خیلی ها برداشتشون این بود که این یک اقدام تبلیغاتی از طرف آقای ترامپ هست، اما نباید فراموش کنیم به هر حال برای امارات، برای اسرائیل، برای بقیه کشورهای منطقه به هر حال این بسیار پیمان مهمی هست، پیمان تاریخی هم میتونه باشه. واقعا امارات با توجه به اینکه به هر حال کشوری هست که با ایران روابط گسترده‌ای داشته در سالهای گذشته، همین چند وقت پیش هم صحبتش بود که یک روابطی دوباره داره شکل میگیره، پشت پرده جلساتی برگزار شده، اینها فکر می‌کنید امارات دنبال چی هست در این در واقع معادلاتی که درش قرار گرفته؟ با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان بخش فارسی بی بی سی، حضورتون عرض کنم اولا بذارید من یه نکته رو بگم.
این که آدم بگه بله این ممکنه یه توطئه بود، این اصلا درست نیست. دو هفته قبل آقای نتانیاهو به شدت گلایه کرد از امریکا که طرح اسرائیل رو برای ضمیمه کردن اراضی ساحل غربی نمیپذیره. آقای ترامپ بزرگترین خطای زندگی سیاسی خودش رو با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس انجام داد و فلسطینی ها که نزدیکترین رابطه رو باش داشتن، ابو مازن به خود من گفت 7 بار من با ترامپ در 1.5 سال ملاقات کردم و این نشان میداد که فلسطینی ها خیلی امیدوار بودن به ترامپ. ناگهان ایشون رفت و بیت المقدس رو درسته تقدیم اسرائیل کرد، در حالی که بیت المقدس بخش شرقی اشغالی قطعنامه 242 به این اشاره می‌کند. به هر روی این کار امارات از این نظر مهمه که اسرائیل رو وادار کرده دست از اون بلند پروازی های نتانیاهو برداره. این خیلی مهمه. فلسطینی ها به شدت ناامید بودن. امروز یک تغییری در فضا داریم مشاهده میکنیم که بله، اسرائیل در برابر امتیازها ناچار میشه امتیازهایی هم بده و این خیلی به نظر مهمه. اما یادمون نره قبل از امارات دولت قطر نزدیکترین دوست جمهوری اسلامی بالاترین روابط با اسرائیل داشته و داره و همینطور سلطان نشین عمان. ولی در این سطح که بخوان سفارت باز بکنن نبوده. عرض میکنم خدمتون اینا داشتن این روابط رو اونتا بی صدا پشت پرده آقای حتی شیمون پرز میرفته امارات، میرفته سلطان نشین عمان، میرفته قطر. الان امارات اومده یه اقدام در واقع مهمی انجام داده، این روابط رو برقرار کرده. به اعتقاد من این یه مقدمه است. این مقدمه است برای اینکه ما شاهد یه دگرگونی اساسی در روابط اسرائیل با عرب ها باشیم در مقابل پذیرش اسرائیل به اینکه دولت فلسطین باید تشکیل بشه و پایتختش هم بیت المقدس شرقی باشه. این در واقع امتیازی است که به نظر من در پایان عربستان خواهد گرفت تا عربستان هم اسرائیل رو به عنوان آخرین کشور عربی به رسمیت بشناسه. من اجازه میخوام اینجا این بحث رو فعلا متوقف کنیم، بپرزیم به بحث اصلی برنامه که قرار بود از پیش داشته باشیم. در ادامه مطمئن هستم که این بحث هم دوباره به میون میاد. می‌دونیم که انفجار بیروت فراتر از یک فاجعه انسانی، بیدر و پیکری اداری و اجرایی یک کشور رو پیش چشم یک ملت به تصویر کشید. لبنانی‌ها از زمانی که کشورشون تأسیس شده تا حالا با چنگانگی‌های جدی، اقلیت‌های متعدد مذهبی، سیستم ملوک و طوایفی رو تجربه کردند. اعتراضات به وضع اقتصادی ماها پیش از این وجود داشت، اما انفجار یک بار دیگر یادآوری کرد که سیستم باید عمیقاً تغییر کند، وگرنه این وطن نشود. روزهاست که تنش‌های سیاسی جدی در لبنان ادامه داشته، بیان که تصویری روشن از آینده در نظر داشته باشیم. باز برمیگردیم به مهمانانمون، در این باره صحبت می‌کنیم. اجازه می‌خوام اول از شما شروع بکنم آقای نوری‌زاده. من می‌دونم که شما منتقد جدی عملکرد حزب الله هستید. به نظر شما چرا واقعاً چقدر حزب الله نقش داره در اتفاقاتی که ظرف ماه‌های گذشته و بعد از انفجار دیدیم؟ من واقعاً فکر می‌کنم که انفجار رو باید یک نقطه عطفی دید و ازش فاصله گرفت، فراتر باید نگاه کرد. بله ببینید، من خیلی ساده میگم صورت مثلا. از 1982 که جمهوری اسلامی وارد لبنان شده و حزب الله رو از شکم عمل آورده بیرون و بعد دیگه خودش رو گسترش داده، لبنان چه سودی از جمهوری اسلامی و از حزب الله برده؟ ده‌ها تن از شخصیتاش مثل رفیق حریری کشته شدن، سفارت آمریکا منفجر شده، مقر تفنگداران دریایی منفجر شده، صدها تن کشته شدن و بعد از جنگ‌های داخلی که امید می‌رفت با طائف لبنانی‌ها برگردن به شرایط طبیعی، این حزب الله که با 11,000 موشک و برنامه که درست کرده، اسرائیل با لبنان مشکلی نداره. مزارع شبعه که متعلق به لبنانه اسرائیل آماده بود بده ولی سوریه نگذاشت. این سوریه است که اقرار به مالکیت لبنان نمی‌کنه. بنابراین می‌خوام بگم حزب الله اعتباری برای لبنان نیاورد. در اون جنگی که رخ داد با اسرائیل، حزب الله خود اعتبارش رو برد بالا، اما دوباره به اون کارهایی که کرد با حمله به غرب بیروت، با زدن روزنامه‌ها، تلویزیون‌ها، اعتبار خودش رو شکست. خیلی دردناکه که شما در بیروت میبینی مجسمه های آقای حسن نصرالله، آقای خامنه‌ای اونجا دار میزنن. این خیلی بده، یعنی این نشون دهنده اینه که مردم
واقعا به نفرت رسیدن، در حالی که حزب الله میتونست محبوب باشه، میتونست بره، بزرگترین خواننده لبنان میاد از حزب الله حمایت میکنه، ولی حزب الله قدر این محبت رو ندونست و متاسفانه با عملکرد تنگ نظری کارو به اینجا رسوند که حالا انفجارم انگشت به حزب الله میکشه. البته ما واقعا در مورد جزئیات انفجار هنوز خیلی زوده، هنوز داریم بله هنوز در حال بررسی هستن. آقای محمد علی شما نظرتون چیه راجع به این؟ شما ملاحظه بفرمایید، در روز 27 سپتامبر 2018 نتانیاهو میره سازمان ملل متحد با یه نقشه از همون جایی که حمله بهش تعرض شد، یعنی همون بندر بیروت، و البته اوزاعی هم هست، و صحبت میکنه از اسلحه و موشکای به اصطلاح مال حزب الله لبنان و میگه ما باید این موشکا رو از بین میبریم و اشاره میده به این اهداف رو. بعدش این انفجار چیز زیادی نمیده. من میخوام بگم بعدش در همون ماه درست انستیتیو واشنگتن که متمایل هست به اسرائیل میاد تایید میکنه حرف نتانیاهو. روز ششم همون این ماه، ششم آگوست، آقای میسان، تیری میسان، یک پژوهشگر فرانسوی معروف صاحب انستیتوی والتر، میاد میگه روکو پوسکند، البته به نفع اسرائیل صحبت میکنه، میگه آقای نتانیاهو هر چی گفته در سازمان ملل قبل از دو سال الان انجام داد. یعنی یه سیناریوی وجود دارد، این سیناریو میان حمله میکنن به یه جایی، یه بهانه ایجاد میکنن. من گفتم ما نمیدونیم اونجا چه اتفاقی افتاده، الان هنوز دارن. نه شما من نمیخوام تو این برنامه زنده بیاید، من میخوام بگم این چیزایی نظراتی رو اعلام بکنید که واقعا کسی زیاد نمیدونه. چیزایی که آقای نوریزاده میگه مثلا 1982، من اجازه ندارم، آقای نوریزاده هم نگفتن اینو. من شرط گذاشتم میام اینجا آزاد صحبت میکنم. آزاد صحبت میکنید ولی نمیتونید و بدون مسائلی که تایید نشده است رو بفرمایید. من دارم بهت میگم برو سازمان ملل. هنوز همه دارن تحقیق میکنن. من دارم اسم میارم، تاریخ میارم. شما نمیتونید تو برنامه زنده اسم میارم، تاریخ میارم، میگم 2018 نتانیاهو تهدید کرده، تهدید کرده. 1982 اجازه بدی اگر من صحبت نمیکنم میرم بیرون. نه اگه بخواید یه چیزایی جواب بدید که من سوال نکردم که فایده نداره. 1982 اسرائیل حمله کرده به لبنان، اسرائیل رسید به بیروت، البته کشور به اصطلاح اسرائیل، رژیم صهیونیستی اومد رسید به بیروت و اشغال کرد. و ایشون الان برادر عزیزمون آقای نوریزاده صحبت میکنه از انفجار مارینز و این عملیاتی که این واکنشه حزب الله که تأسیس شد به کمک ایران برای مقاومت از کشور غیر مشروع به نام اسرائیل. شما فکر کنید الان مردم لبنان حزب الله رو با شیوهی که تا حالا داشته میتونن ادامه بدن یا میخوان حزب الله شیوه هاش رو عوض بکنه؟ بسیاری از جوانانی که الان در خیابان‌های بیروت شعار میدن نسبت به همه اعتراض دارن، ولی یه بخش از شعارهاشون هم علیه حزب الله هست. خب این کسی همون این زمین این سیناریوی که امریکا، محور امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای به اصطلاح معتدل سنی میخوان این جهت رو به سمت حزب الله. حزب الله اگر شما هم از اونجا هم نگاه کنید، تلویزیون های مثل العربیه که من خودم تو همون تلویزیون کار میکردم، تلویزیون العربیه نشون میده افرادی میان ازشون میخوان یک صحبت های علیه حزب الله، علیه نصر الله، اونا جواب میدن برعکس. میگید که در لبنان حزب الله محبوب هست، اینها همه سناریوی غربه. بالاخره دشمن هم داره. بله حزب الله هم محبوبیت داره، هم دشمن داره. بله. مثل آقای نوریزاده دشمن. بله. اجازه بدید ببینم خانم میزر نظرشون چیه. خانم میزر بفرمایید. وقایع لبنان ربطی به حزب الله نداره. حزب الله خیلی وارد این صحنه شده، میشه به موقع سال به تقسیم منطقه بین فرانسه و بریتانیا به عنوان قدرت استثمارگر تأسیس اساسنامه‌ای رفت که
تکه تکه کرده و رسمیت داده به این تکه تکه کردن جامعه. به اینا میشه اشاره کرد. خب میزار، یعنی هنوز بعد از نزدیک مثلا یک قرن هنوز شما فکر میکنید اینها بیشتر تاثیر گذارن تا شرایط امروز؟ البته، برای اینکه نوع این دولت بهش میگن فرست، دولت شکست خورده لبنان که معترضان به همه بخش شکایت دارن، زمین ساز بحران بوده، زمین ساز جنگ داخلی بوده که سال 1975 شروع شد، یعنی 4 سال قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی. من دشمن جمهوری اسلامی هم، ولی هر واقعی در دنیا رو نمیشه ربط داد به جمهوری اسلامی، بایدن باید تاریخش رو در این صحبت بکنی. 1975 این جنگ داخلی شروع شد، درسته، ولی خانم میزار خیلی ها میگن با ورود جمهوری اسلامی و حمایتش از حزب الله جنگ وارد یک در واقع مرحله دیگه شد، ادامه دار شد، 15 سال طول کشید، در حالی که میتونه زودتر تموم بشه. بدترین دوره این جنگ مال دوره 1975 تا 1990، در مقطعی که جمهوری اسلامی فقط 3 سال، 2 سال آخرش واقعا درگیر بوده. خود حزب الله چیه؟ من بعد راجبش صحبت میکنم، ولی 120 هزار کشته جنگ داخلی ربطی به جمهوری اسلامی نداشته. علت این بحران در اینه که این تقسیم کردن اساسنامه‌ای که رئیس جمهور مال یک بخش از جامعه باشه، نخست وزیر مال سنی ها باشه، رئیس جمهور مسیحیه، نخست وزیر سنیه، پارلمان سخنگو شیعه است، این از اول مشکل آفرین بوده، به این معنا که به محدود کردن روابط هر بخشی با خودش و در نتیجه تقویت فساد نقش مهمی داشته. بعد هم که جنگ شده، جنگ ها همه رفت داشته به اینکه محله مسیحی نشین با محله سنی نشین یا با محله شیعه نشین درگیری نظامی پیدا میکنه و این نتیجه جنگ داخلی. به نظر شما آیا جوانان امروز لبنان از این نگاه ملوک طوایفی فاصله گرفتند یا نه؟ به نظر میاد گرفتن. مجسمه که نه، ولی کاربورد هایی رو که اعدام میکردن فقط حزب الله نبوده. حزب الله 2 وزیر داره در فکر کنم 18 وزیر لبنان، آقای شاهون رئیس جمهور، نخست وزیر و وزرای دیگر رو هم به همون اندازه که حزب الله رو اعدام کردن در خیابان اعدام کردن. به نظر میاد جدا شدن. بله، اجازه بدین آقای نوریزاده صحبت کنم. آقای نوریزاده، به نظر شما دلیل ناکارآمدی دولت لبنان چه؟ خانم میزر میگن این که تقسیم مذهبی شده مقام ها یک دلیل عمده است و اینکه اختلافات مذهبی وجود داشته. شما نظرتون چیه؟ بله، بنده اون روزی که ایشون میگن 1970، من آغاز جنگ اتفاقا در بیروت بودم و اون داستانش هم نوشتم، جنگ لبنان از نزدیک دنبال کردم، ولی یادم از زنده یاد امام موسی صدر اجازه نداد شیعیان وارد جنگ بشن و این جمهوری اسلامی بود که شیعیان رو آلوده جنگ کرد. در محله نفعه امام موسی در زمان امام موسی صدر رو بوده شده بود. آقای اجازه بدید. میگن 1970 شما نمیتونید بوده شد 78 رو بوده شد، میگن 75 جنگ شروع شد و در اون سال 1982 اشاره میکنه بیروت. من 75 دارم میگم امام موسی صدر تا زمانی که ربوده شدن در یک توطئه بزرگ، ایشون جلوی ورود شیعیان رو به جنگ گرفتن، در محله نبعه ارمنی ها رو پناه دادن، اما جمهوری اسلامی آلوده کرد شیعیان رو. به هیچ وقت لزومی نداره جمهوری اسلامی از لبنان دفاع کنه، لبنان راه خودشو بلد. اما اینو میخوام بگم، اینکه آیا امروز مردم لبنان این تقسیم طائفی رو میپذیرن یا نه؟ ببینید، این تقسیم طائفی در لبنان جا افتاده. کی آورده؟ به این معنا ازشون سوال کنید. میپرسید اجازه آقای محمد علی، اگه شما همه صحبت ها رو بخواید قطع بکنید ما نمیتونیم اینجا بحث کنیم. من به شما وقت دارم، باید هم شرکت کنم. خواهش میکنم، اجازه بدید من به شما وقت دارم. بفرمایید آقای نوریزاده، خواهش میکنم. آقای محمد علی، شما میتونید بری جار بزنید جمهوری اسلامی دفاع کنید، ولی بعد اجازه بدید من حرفمو بزنم. بفرمایید آقای. در لبنان مردم امروز زیاد به این فکر نمیکنن که میشل اون مسیحیه، آقای حسن دیاب سنیه، یا آقای نبیه بری که
82 سالشه و 27 سال پارلمان رو گرفته دست شیعه است. امروز مردم به چیزی فراتر فکر میکنه، به اینکه مجموعه ای از دولت مردان فاسد در این سالها مانع از این شدن که لبنان این همه کمک‌هایی که بهش میشد بهره ببره. داماد آقای میشل اون سالها برق و آب و زباله لبنان دستش بود. ولی یه نکته دیگه هم هست، یادتون باشه آقای میشل اون دست نشانده حزب الله است. و در این حال این رو هم باز فراموش نکنیم، کاری که جمهوری اسلامی کرد، میلیاردها پولی رو که عربا تو لبنان میذاشتن و دوست داشتن لبنان رو، مانع از این شد. توریستایی که هر سال میمدن، هزاران توریست از خلیج فارس میومدن، از عربستان، از مصر، از جاهای دیگه، مانع از اینا شدن. آقای نورزاده، جواب این سوال آقای نجاح رو میدید؟ میگن که این سیستم ملک و طوایفی رو در اون پیمان طائف عربستان در واقع جا انداخت. برمیگرد به زمان استقلال، زمانی که فرانسوی ها به لبنان استقلال دادن، در طائف اومدن قدرت رئیس جمهوری یه مقدار بیشتر کردن. یعنی در واقع مسیحی ها در طائف بهره بیشتری بردن، نه اینکه قونو و طوایفی اونجا انجام نخیر. ملوک و طوایفی از سال استقلال لبنان وجود داشته، حتی پیش از استقلال، دوران انتداب بهش میگن، دورانی بوده که و کار هم نکرد دیگه، 25 سال بعد جنگ داخلش شد. ولی الان داشت کار میکرد. به معنای دیگه اگر حزب الله این بازی رو در نیاورده بود تو لبنان، این سیستم کار میکرد. چهرهای جوانتر اومده بودن، آدمهای تحصیل کرده جوانتر، میتونستن با پایان دادن به مخاصمه با اسرائیل که هیچ دلیلی نداره لبنان، میتونستن کشورشون رو به سوی آبادانی و آزادی که داشت. لبنان عروس خاورمیانه. آیه محمد علی شما بفرمایید، میگن که این یک سیستم قدیمی هست، از قدیم هم بوده، راست میگن، و این رو به هر حال در بعد از یعنی عربستان در پیمان طائف این رو به شکلی حالا روی کاغذ که به شکل این که بیشتر قدرت دادن به مارونی ها. مارونی ها هم متحد عربستان سعودی بودن و هستن، حزب کتائب و غیره اونها. الان چرا مثلا اونها شدن ضد عون و ضد غیر از عون؟ مسیحیون مارونی اومدن طرفدار حزب الله، ایشون میگه یعنی الان توهین کرد به رئیس جمهور، میگه دست نشانده حزب الله. نه، ایشون هم پیمانه و هم از متحالفین با حزب الله، همشون مقاومتن. حزب الله به اصطلاح سمپل مقاومت با اسرائیل. اما مسیحیون داریم فقط نیست، یک چتری هست از بقیه. نه، منظورم اینه که شما میفرمایید که شیعیان با بقیه مسیحی ها و کسای دیگه هم دارن، درزی ها و حتی بعثی های لبنانی و کمونیست ها طرفدار مخالفت. خب با این حساب باید بتونن یک سیستمی پیاده کنن که کار کنه. چرا این سیستم نمیشه در لبنان جواب نمیده؟ این سیستم همون که ایشون میگه سیستم قدیمیه، چون فرانسه اومد دخالت کرده در این قضیه. و اصلا چرا اومد آقای ماکرون بلافاصله بعد از انفجار وارد بیروت شد؟ و چون فکر میکنی چرا؟ چون در مسئله این انفجار و قبل از این انفجار، عربستان سعودی و برخی از کشورهایی که من جمله آمریکا البته، اومدن سیستم مالی لبنان رو خراب کردن طبق یک نقشه. این نقشه هدف اصلیش اینه که یک جنگ داخلی ایجاد میکنن، مثل عراق. دقیقا مثل عراق یک جنگ داخلی در لبنان ایجاد میکنن تا یک شعار برپا میشه، مثل آقا سلاح حزب الله و سلاح مقاومت باید خلع شود. اصل موضوع اینه، مثل داستان مولا نصرالدین درباره لحاف. اصل موضوع سلاح مقاومت چه در لبنان و چه در عراق. مادام اینکه یک کشور نامشروع به نام اسرائیل وجود داره در منطقه، و این کشور امروز مگر شما ملاحظه نکردید ترامپ تهدید کرد استفاده بکنه از ویتو اگر میخوان تمدید میکنن برای نیروهای صلح سازمان ملل؟ چرا؟ چون اسرائیل یه چیزی دیگه میخواد از نیروهای صلح در لبنان مواجهه میکنن با حزب الله. اسرائیل هنوز در لبنان، حداقل نه فقط برای حزب الله، اسرائیل هنوز در لبنان به عنوان یک کشور دشمن محسوب میشود. بذارید خانم میزر، کانفرانس روابط اروپا هم هستن. خانم میزر، شما فکر میکنید فرانسه، میدونیم که به هر حال یک سابقه طولانی در لبنان داره، ولی الان برای چی بلافاصله آقای مکرون رفته اونجا؟ فکر میکنید الان فرانسه دنبال چیه؟
الان کشورهای اروپایی ضعف ترامپ رو میبینند و میخوان برای خودشون جایی در سطح بین المللی پیدا بکنند، در شرایطی که همه میدونیم در چند سال آینده رقابت بین چین و امریکا بسیار شدید خواهد شد. مکرون اگر بخواید از مقوله تاریخی سابقه استعماری فرانسه در لبنان استفاده کرد و الان هم میگه من یه مهلتی دادم، اگه این مهلت سر این مهلت نتونن مسائل رو حل کنن برمیگردم و غیره. من فکر کنم برای فرانسه خیلی مهمه که نقش خودش رو در سوریه، در لبنان، در جاهایی که سابق نفوذ داشته بیان بکنه. من فقط یه نکته کوتاه بگم. ببینید مسائل لبنان فراتر از قضیه جمهوری اسلامی، مسئله جنگ داخلی، مسئله همسایگی با اسرائیل، مسئله رقابت عربستان و ایران و اسرائیل به نوعی در میان گروه هاییست که ملوک طوایفی هم گروه بندی شدند غیره. روبوده شدن آقای حریری رو نمیشه فراموش کرد. نخست وزیر وقت یک کشوری رو یک کشور دیگه دزدید عملاً و داستان عربستان در واقع بردن ایشون و نگه داشتن ایشون در عربستان مهمان عربستان بود. ولی فراموش نکنیم همه این مسائل رو. رو خود حزب الله من انتقادهای فراوانی دارم که میشه اگه وقت شد صحبت کنیم. من میخوام اینو تاکید بکنم، لبنان حالا خیلی از کشورهای دیگه هم ممکنه اینطوری باشه، ولی لبنان به طور ویژه چنان کشورهای دیگه منافعشون در این کشور به هم در واقع گره خورده، گاهی که نه اغلب در تضاد قرار میگیره که واقعا نمیشه در مورد لبنان صحبت کرد، در مورد سایر کشورها صحبت نکرد. و بحث پول هم خیلی مهمه. لبنان کشوریه که به پول احتیاج داره. اصلا کل ماجرا میشه گفت در واقع پوله. الان در این وضعیت که نصف بیروت تخریب شده، خیلی هزینه بالایی برای بازسازی لازم هست، اروپایی ها و در واقع فرانسه ابتکاری به خرج داد، یک جلسه برگزار کرد، صحبت از کمک های چند میلیونی هم هست، ولی فاصله خیلی زیاده. فاصله خیلی زیاده. دقیقاً آقای نورزاده، شما فکر میکنید اساساً چقدر میشه حساب کرد که مثلا برای عربستان کشوری پولداری هست، چقدر ممکنه که پول بتونه نقش ایفا بکنه در تغییر موضع لبنان، تغییر جایگاه لبنان؟ من میخوام اینو دونه دونه از همه بپرسم. شما چی میگین آقای نوزل؟ اولا من یه نکته اشاره کنم. اگر آقای مکرون رفت به لبنان، یادتون باشه 90% لبنانی‌ها حداقل فرانسه رو مادرخوانده میدونن، یعنی فرانسه، فرهنگ فرانسه، زبان، گذشته. و مکرون بسیار کار قشنگی کرد، همینطور امروز وزیر دفاع. اما اینکه پول چه نقشی داره، نقش بسیار مهمی داره. یادتون باشه وقتی عربستان سعودی، امارات، کویت و بحرین اینا پولاشون از لبنان کشیدن بیرون، لبنان با بحران روبرو شد، لیره اینجور سقوط کرد. ولی اونا در برابری که میگی چرا این کار کردی، میگی چرا ما پولمون رو بدیم حزب الله بهرهشو ببره، لبنان رو به روی ما بسته، توریست ما نمیتونه بره، ما میخوایم بریم هتل، خطر داره برام. اینه که خب میخوام بگم یه عامل اساسی. بذار من یه چیزی بپرسم. این برام ایران میگه که خب نمیشه که اونجا خرید خلوت شما باشه، شما پول داری، خب منم یه پول خرج میکنم، خرج حزب الله میکنم. میدونید چی میگم؟ یعنی منظورم من باز موافقم. این که آقای مکرون اومد از آقای روحانی دعوت کرد در این نشست برای کمک به لبنان، گفت بعد حضور ایران پررنگ بشه، این بسیار فکر خوبیه. و من معتقدم جمهوری اسلامی در کنار بقیه کشورها باید در یک پیوند مشترک. بعد از حمله اسرائیل به لبنان ما این رو مشاهده کردیم، اما ناگهان آقای حسن نصرالله اومد یه چک 500 میلیون دلاری نشوند و آقای خامنه‌ای اینو داده به من، در حالی که عربای دیگه به دولت لبنان میدادن. منظورم اینه این کمک باید در سطح لبنان باشه. جمهوری اسلامی باید بپذیره لبنان فقط حزب الله نیست، بلکه یک تاریخ، یک گذشته است، دخار روزنامه است، فیروز دانشگاه آمریکایی، این همه هست، یعنی لبنان. دخاتن بلکه بیشتر از شخصیت‌های ایرانی در لبنان درس خوندن. بله. شاپور بختیار و امیر عباس هومی. بله، غیر قابل انکار هست رابطه در واقع تاریخی و فرهنگی دو کشور. آقای محمد علی، با این بحث، این که آقا این کمک رو چرا دولت ایران اگه میخواد کمک کنه به لبنان، چرا به دولت لبنان کمک نمی‌کنه، به حزب الله کمک می‌کنه؟ نه، این جداست. کمک به حزب الله جداست برای بازسازی لبنان بعد از جنگ 33 روزه. اما در وقت، در حالی که کشورهایی که ادامه داره، همیشه میگه خرج ما رو میده، قبول نمیکنه.
در حالی که من الان بهت مثال میزنم، عربستان سعودی اومد گفت که من میخوام 3 میلیارد دلاری کمک میکنم به ارتش لبنان برای بازسازی ارتش و تقویتش، هیچ چیزی نداد. ایران اومد گفت من حاضرم، هیچ چیز، یک قرونی نداد. اومد ایران گفت من حاضرم کمک بکنم به ارتش لبنان. عربستان سعودی فشار آورد بر همون نیروهایی که مثل سمیر جعجع و که قبلا در جنگ 1975 اصلا متهم به انجام جنایت های جنگی، اونها فشار آوردن قبول نکرد. یه چیز دیگه بهت بگم، همون چند روز بیش ایران اعلام کرد به دولت لبنان، اصلا ایران روابط داره با کل با سعد الحریری که بیان روبودش بکنن و زندانیش بکنن در عربستان سعودی، ایران میاد باش همکاری میکنه به عنوان نخست وزیر. ایران اومد اعلام کرد کمک میکنه، نفت میده، نفت و گازوئیل و بنزین و برای لبنان تا اصلا بتونه به همیشه برق داشته باشد. بله. فشار آوردن قبول نکردن ملوک الطوائف، همون که اونها الان البته احتمالاً یک همچین کمک در داخل ایران هم منتقدان زیادی میشه، بالاخره مخالفان جمهوری، بالاخره این کار نداشتیم به این قضیه. ایران رفت کمک کرد به ونزوئلا و توانست 5 تا کمک نکرد به ونزوئلا، مگر نرفت بازی میکنه در من خواهش کنم اجازه بدید شغل من ازم نگیریم، بذاریم من خودم آقای محمد علی اینجا دارم، آقای نوریزاده دوست منه، دوستش هم دارم، اما متاسفانه از یک احکام مسبقه صحبت میکنه. ایشون رمان نویس فوق العاده، من نویس رمان ولا بتخیلاتیه درباره حزب الله و درباره البته ایشون در مورد لبنان سالها کار کردن. حالا اجازه بدید اینو بذارید مخاطبان بررسی کنن. اسم نتانیاهو آوردم، ناراحت شدی؟ من چرا ناراحت شدم؟ من پسر خالمه. ناراحت شدی؟ قبول نکردی؟ گفتم نتانیاهو اومد در سازمان ملل متحد. بله. گفت ما میخوایم میزنیم، اصلا گفت میزنیم. من مثلا این آقای بذارید من یه بار واشنگتن انستیتو واشنگتن اجازه بدید من براتون توضیح بدم. من گفتم ما نمیخوایم در مورد این انفجار صحبت کنیم، هنوز داره تحقیقات انجام میشه. هر موقع تحقیقات انجام شد نتیجه گیری که من همین شما رو دعوت می‌کنم. چیزی بهت میگم درباره امارات، درباره امارات. من امارات هم دوست دارم، دوستان من در امارات. میدونی دیروز یکی از به اصطلاح میگم مشاورین آقای ولیعهد به نام عبدالله عبدالخالق، شما میشناستش؟ بله. یک توییت زده، اشاره کرد اصلا اینجا انگار داره میگه امارات خودش باعث شد که این انفجار در بندر بیروت اتفاق افتاده. آقای محمد علی من همینم راجع به این انفجار صحبت نکنم. اجازه بدید دارم میگم اطلاعات عجیب و غریبی اینجا دارید میگید. شما نمیذارید من توضیح بدم، نمیذارید من ادامه بدم. من میگم الان در منطقه جنگ قدرت وجود داره. درسته که وجود داره، برای همین ما اینجاییم. بله. و بین ایران هم بالاخره سعی دارد. بله. یعنی شما و عربستان سعودی همونطور. چقدر از لبنان سهم داره به نظر شما جمهوری اسلامی؟ لبنان و عراق الان هر دوتا. عراق هم ها. بله. یعنی هر چیزی که داره اتفاق میفته. اصلا حتی استعفای نخست وزیری، تظاهرات، استعفای نخست وزیری. هر اتفاقی داره میفته الان در لبنان. بله. انعکاسش هست در عراق. بله. امریکا چون موفق نشد در معامله قرن، در این سالهای که چند سال تقریبا از ریاست جمهوری آقای ترامپ میخوان یه کاری بکنن و جون بولتن هم نصیحت کرد به اسرائیل، گفت سعی کنید قبل از که میرسه به دوره دوم انتخاباتی سعی کنید قضیه معامله قرن رو حل کنید. بله. خانم میزر از این بحث حالا میگم از بحث انفجار میخوایم فاصله بگیریم، ولی در سایر مسائل هم دولت لبنان به بیکفایتی، به فساد، به وابسته بودن سال هاست که متهمه و تغییر خیلی سخته همونطور که صحبتش کردیم. آیا شما هیچ نقاط روشنی میبینید با این در واقع حضوری که جوانها دارن در فضای مجازی، علاقه مندی که برای تغییر ازشون می‌بینیم؟ و یک نکته مهمتر، آیا فقط این در بیروت یا در شهرستان‌ها در جاهای دورتر هم قابل دیدن هست؟ من فکر کنم جوانان امیدوار کننده است حرکتشون. از تئوری‌های توطئه که بگذاریم، بالاخره حضورشون با شعارها و بیان جدید و تفاوت‌هایی هست. در شهرهای بزرگ بکنم اون چیزی که در بیروت دیدیم کم و بیش وجود داره. بله. ولی در جنوب لبنان
فرق میکنه، چرا که پایگاه حزب الله و حزب الله در جنوب لبنان خیلی فرق داره با حزب الله در بیروت. حزب الله در جنوب لبنان شیعه است، شرکت تعاونی داره، مدرسه رو نگه میداره، کارهای عام المنفعه میکنه، کارهای عام المنفعه و جمعیت باهاشن تا حد زیادی، مثل اخوان المسلمین در مصر در واقع اونطور داره کار میکنه. ولی در بیروت خیلی فرق داره. در بیروت پراگماتیزم باعث شده که حزب الله مثل جمهوری اسلامی بسیار نوع دیگه خودشو نشون بده، و در بیروت اساس برخلاف تصوری که بعضی ها از حزب الله میدن، نه به حجاب اهمیت میده، نه چندان مسئله جمهوری اسلامی رو زیاد مطرح میکنه، نه در تظاهرات حزب الله نگاه بکنید یا تظاهرات انتخاباتی حزب الله میبینید زنان اکثرا بلوزهای بسیار کوتاه، آستین کوتاه تنشونه، یه تصویر دیگه است. و از نظر اقتصادی هم قضیه فرق میکنه. حزب الله در جنوب لبنان مدافع مستضعفین، حالا همچنان به نظر من ادعاش حداقل اینه که مدافع مستضعفین، در بیروت الان حزبی درگیر در روابط اقتصادی سرمایه و خیلی از نارضایتی ها به کل جناح‌هایی که خصوصی سازی میکنن در بیروت، خیلی جاها مساکن عمومی رو که به اصطلاح جای زندگی مجانی برای همه بوده، همه از احزاب برای اون بخش خودشون و از جمله حزب الله خصوصی کردن و درش سودهای کلان به بار اومده. بله، بنابراین در از دو جور حزب الله در واقع شما میگید میشه صحبت کرد. درست. و مخالفت مردم هم به نظر من با نظام اقتصادی خیلی شدیده. شما به شعارها نگاه بکنید، شعارها در بیروت با نظام، نه با این بخش و اون بخش. بله بله، درست میگید. معرفی میکنن به عنوان فاسدین در این نظام. بله. و یک چیز دیگه ای که باز من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، این نداشتن نظم و در واقع قوانین به نظر میاد که خیلی دردسر سازه. مثلا همین که یک جنگ در کشور همسایه جمعیت کشوری رو تقریبا 1.5 برابر کرد ظرف چند سال، و این خب خیلی تاثیر داره تو وضعیت بیکاری، تو وضعیت مسائل دیگه. آیه نوری‌زاده، فکر میکنید چرا حداقل مثلا ما نمیخوام مقایسه بکنم، میدونم مقایسه مال فارقی، ولی مثلا بلژیک هم مدت ها دولت نداشت ولی کارها انجام میشد، چرا در لبنان یک همچین زیرساختی ایجاد نشده در حالی که فرانسه برای اونجا سالها بوده و به نظر میمد که باید مثلا یه زیرساخت منطقی وجود میداشت؟ 17 ماه حزب الله اجازه نداد لبنان رئیس جمهور انتخاب بکنه تا مجبور بشن آقای اونو قبول کنن. ماها لبنان بدون نخست وزیر بود چون توافق نمیشد که آقای حریری بیاد. این کارا هم در لبنان شده. ببینید، من اشاره بکنم به بیروت و جاهای دیگه. ترابلوس در شمال لبنان سنی نشین، تظاهرات گسترده ای هم در اونجا بود، فراوون. و بعد در جنوب لبنان هم نباید بگیم، همه منطقه زیر سلطه حزب الله. شیخ صوفیت طفیلی که در بعلبکه رئیس اول حزب الله، اخیرا مصاحبه ای کرد که واقعا باید گفت پوست حزب الله رو کند و جمهوری اسلامی رو. شخصیت های بزرگی مثل آیت الله علی الامین، آیت الله حسن الامین، اینا در جنوبن و مخالف جمهوری اسلامی. شخصیتی مثل حازم الامین، نویسنده بزرگ لبنانی، مخالف جمهوری اسلامی. میخوام بگم جنوبم یک پارچه سینه برای ولی فقیه نمیزنن. اما این که چرا، ببینید یه نکته خیلی مهم رو دقت کنید. لبنان علارغم اینکه نظام پادشاهی نداره، اما نظام اماراتی داره، به این معنا که هر رئیس تیره‌ای بعد از خودش بچهش میاد. الان آقای جنبلات داره پیر میشه، تیمور پسرش میاد، آقای جمیل همطور پسرش میاد. منظورم اینه که این یک سنتی شده در لبنان و این خانواده ها رعایت همدیگر رو میکنن حتی در جنگ داخلی. درست. و الان هم به نظر من لبنان گزیری نداره جز این که اینها بتونن با هم توافق کنن. متوجه. و فکر میکنید اگه خیلی کوتاه بگید چون وقت خیلی کمه آقای نوری‌زاده، فکر میکنید که چقدر در واقع اون نقطه‌ای که ایران و بقیه بازیگران در لبنان با هم تضاد منافع پیدا میکنن دقیقاً چیه؟
مسئله برخورد با اسرائیل یا چیز دیگه؟ مسئله نفوذه. من ابدا فکر نمی کنم جمهوری اسلامی دشمن اسرائیل، اصلا یه گلوله داره در نکرده به اسرائیل، مرتب میان پاسدارای ما رو میکشن و جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد. نه، مسئله نفوذه. این که جمهوری اسلامی میخواد این هلال الخصیب جدید یا هلال شیعه از بغداد تا بیروت برقرار بشه، مگه ندیدیم خیلی هاشون گفت آقا یوریسی میتونه اینو ادامه بده به نظر شما؟ نه نه، به هیچ وجه به هیچ وجه چنین چیزی امکان پذیر نیست و ایران باید نقش مثبت و سازنده‌ای داشته باشه و در لبنان با افتخار اسم ایران رو بیارن، نه اینکه آتش بزنن. آقای محمدعلی بفرمایید. البته این 18 ماهشون فرمودن، خب طرف دیگری کی بود؟ نخست وزیر رو عقب نشینی کردن که انتخاب بشه، عربستان سعودی. چرا اون نمیگه؟ خب بالاخره ایشون هم اعتراف میکنه که در لبنان جنگ نفوذ وجود داره بین لبنان به حزب الله، بین عربستان و ایران. درباره همون که ایشون فرمودند ملوک الطوائف یا مثلا وراثت احزاب و گروها الا حزب الله، حزب الله میره پسر شهید میشه، پسر سید حسن نصر الله آقای سید هادی میشه شهید میشه، نمیشه رئیس حزب الله مثل مثلا ولید بیگ بعد از پدرش کمال بیگ اومده برای حزب دوریزها. الان درباره مفاسد و فساد تظاهرات مگر نمیان و رسانه های گروهی که به پول عربستان سعودی همشون میان صحبت میکنن درباره اعدام مثلا سید نصر الله و فلان. خب چرا صحبت نمیکنن از مفاسد حزب الله؟ چرا حزب الله تنها حزب در لبنان پاکه و هیچ مشکلی درباره فساد، هیچ اتهامی بهش وارد نشده؟ مگر الان ایشون میاد یه داستان تخیلاتی صحبت میکنه درباره مخدرات و نماد مخدر و نمیدونن این چیزها. ببینید حزب الله لبنان یک حزب تشکیل شده برای مقاومت از جنگ اسرائیل به لبنان. اصلا اگر اسرائیل وارد لبنان نشه 1982 حزب الله به وجود نمیاد. آقای نصرالله عضو سازمان عمل بوده و مسئول جنوب در سازمان عمل بوده. الان هم اگر اسرائیل حمله نمیکنه، تهدید نمیکنه، مگر چند روز پیش صحبتی نشد درباره حملات در داخل مزارع شبعا یا در داخل جولان، در حالی که حزب الله هیچ حرفی نزد. گفت من الان ایشون میگه واقعیت روی زمین اینه که اسرائیل اونجا وجود داره، اینم یک کشوره. خب اما حق به تقادم از بین نمیره. فلسطین باید بمونه. اسرائیل همین که برمیگردیم به محور اولت، مثلا امارات اومد گفت من میخوام به خاطر اینکه میخوام جلوگیری کنم از گرفتن سرزمین های اشغالی، استیطان، یعنی جلو استیطان میگیرم. اسرائیل 19 تا قطعنامه متعلق فقط به فلسطینی هایی که بعد از 1948 نقض کرده. 41 قطعنامه، من جمله قطعنامه 2017 که مردود کرد اقدام آقای ترامپ برای انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس، اسرائیل بهش عمل نکرده. خب امارات چطور میتونه؟ من خیلی چون وقت کم هست بذارید از خانم میزر هم یک دقیقه وقت داریم. خانم میزر با همه صحبت هایی که شنیدید یه جمع‌بندی بکنید بفرمایید. دو نکته خیلی کوتاه. ببینید 400 هزار رو برده فلسطینی از 1948 در لبنان، 1,000,000 بوده، شاید 1,500,000 سوری اونجا زندگی میکنن. اینها هیچ کدوم حقوقی ندارن و حتی اونایی که از سال 48 اومدن، این دولت هایی هم که کمک میکنن در هر کدومشون، چه دولت های غربی، چه صندوق بین المللی پول، چه جمهوری اسلامی، چه عربستان سعودی، نفوذ میخوان و منافع خودشون رو میخوان. مردم لبنان اگه بخوان به جایی برسن، اون بر بیان این جوان ها باید خودشون تصمیم بگیرن برای این جنگ، برای این دخالت ها. تا زمانی که این دخالت ها وجود داره به جایی نخواهند. متشکرم، ممنونم از هر سه شما آقای محمدعلی، خانم میزر و آقای نورزاده. متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که این برنامه رو تماشا کردید. عذرخواهی میکنم که در جاهایی صدای ما و مهمانان برنامه بالا رفت. شب و روزتون خوش.